اما اونایی که سازمان یافته تو این داستان آمدن، تو اعترافاتشون کالا قاعدتاً در آینده پخش میشه و شما خواهید دید، برنامه ریزی اینها بیش از دو سال اینا برنامه ریزی کرده بودن. حسن روحانی از پخش اعترافات تلویزیونی میگوید رهبر ایران از پرداخت دیه به کشته شدگان. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا حکومت راه عبور از بحران را درست انتخاب کرده؟ آیا پخش اعتراف قانونی است و آیا صدای خانواده ها به جایی میرسد؟ این سوالمان از یک حقوقدان است. همچنین در برنامه امشب بنبست اقتصادی و بستن فضای اجتماعی، آیا راه آینده حکومت ایران از بازگشت به دهه 60 می‌گذرد؟ این سوالمان از دو مهمان برنامه است. پایان نشست ناتو در میان افزایش اختلاف بین رهبران. رئیس جمهوری فرانسه گفت دشمنی با روسیه نباید سیاست‌های ناتو را تعیین کند. و خداحافظی فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس، دستمزد 2 میلیون دلاری برای 6 بازی و 2 باخت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، خوش آمدید به 60 دقیقه. در حالی که بسیاری از فعالان حقوق بشر درباره وضعیت برخورد و نگهداری از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، حسن روحانی رئیس جمهوری امروز از پخش اعترافات این بازداشتی‌ها در تلویزیون دفاع کرد. همانطور که هفته پیش وزیر کشورش، دولتی که زمانی عده‌ای به امید اصلاح یا دست کم اعتدال به او رأی داده بودند، هر روز بیش از پیش به طیف تندروی حاکمیت شبیه و شبیه‌تر می‌شود. همزمان محمد خاتمی از رهبران اصلی اصلاح طلبان گفته جوری وانمود می شود که انگار خواست معترضان براندازی بوده. آقای خاتمی گفته دولت باید از رهبر سپاسگزار باشد که با موضع گیری خود امواج مخرب سازمان یافته علیه دولت و ملت را به محاق برد. آیت الله خامنه ای رهبر ایران توصیه کرده که از خانواده کشته ها دلجویی شود، همان کسانی که در پی حمایت خودش از مصوبه شورای فراقانونی سران قوا به ضرب گلوله کشته شدند. آیا طیف‌های سیاسی در ایران از همیشه به هم نزدیک‌تر می‌شوند؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از فرین ناظمی. در تفنگ گرفته رو ملت داره می‌زنه. تصاویری از اعتراض‌ها در شیراز مربوط به روزهای گذشته. این ویدیو تازه به دست بی بی سی فارسی رسیده. تفنگ می‌زنه. منم 2-3 تا خوردم. استاشمی گرفته تو صورت ملت داره میزنه. 20 روز بعد از آغاز اعتراض‌ها در ایران، امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه مدیریت وضعیت کشته شدگان در اعتراض‌های اخیر گفته که نسبت به افراد به گفته او مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود و خانواده‌های کشته شدگان مورد توجه و دلجویی قرار گیرند. همزمان پخش اعتراف‌های بازداشت شدگان در اعتراض‌های اخیر از تلویزیون موضوع مورد بحث امروز بعضی از مقام‌های ایران بود. اونایی که سازمان یافته تو این داستان آمدن، تو اعترافاتشون کالا قاعدتاً در آینده پخش میشه و شما خواهید دید، برنامه‌ریزی اینها بیش از 2 ساله. پارسال در یه مقطعی می‌خواستن، زمان مناسب نبوده. امسال می‌خواستن در یه مقطعی مناسب. بیشترم به فکر مثلا آخر دی و تو بهمن و یا نزدیک انتخابات و تو اون ایام. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفته در اعتراض‌های اخیر تعدادی در هنگام فرار از کشور بازداشت شدند که از صدا و سیما نشان داده خواهد شد. علی فدوی همچنین گفته بسیج و سپاه تنها در مقرهایشان سلاح داشتند که اگر معترضان به آنجا حمله کردند از خودشان دفاع کردند. در همه کشور بسیج و سپاه پای کار رفت و یک نفر از آنها در خیابان‌ها و میدان اسلحه نداشتند. ما بی اسلحه رفتیم در حالی که جلوی ما خیلی اسلحه بود. بسیاری از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان فشوفوی نگهداری می‌شوند، اما از وضعیت آنها خبری در دست نیست. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران پیشتر با این زندانی‌ها دیدار کرده بود. تعداد زیاد بازداشتی‌ها در زندان فشوفوی موضوعی بود که حسن خلیل‌آبادی رئیس شورای شهر ری درباره آن اظهار نگرانی کرده بود. تعدادی از فعالان حقوق بشر هم می‌گویند نگرانند حوادث تلخ بازداشتگاه کهریزک تکرار شود. بعد از اعتراض‌های سال 88، عده‌ای از زندانیان در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه کشته شدند.
حالا خانواده تعدادی از دراویش گنابادی که در زندان فشافویه نگهداری می‌شدند میگویند آنها را به زندان‌های دیگر منتقل کردند. اینا میخوان جلوی در واقع خبررسانی از وضعیت بازداشتی‌های اخیر رو بگیرن. ما درویش‌ها توی زندان فشافویه یک تشکل بودن، 2 سال تجربه این زندان رو داشتن و اینکه در این برهه از زمان اینا رو ببینید وقتی وارد میکنن بازداشتی رو توی زندان فشافویه نزدیک به 1500 نفر بودن که اینا رو میبرن تیپ 5 و بازجویی ها طبق سابقه ای که باز ما از خود درویش داریم در خود زندان فشافویه انجام میشه. الان موقعی بود که از اینا اطلاع رسانی بشه، اما درویش ها همونطور که عرض کردم تشکلی داشتن و میتونستن با منابع اطلاع رسانیشون در بیرون از زندان ارتباط برقرار کنن و از وضعیت اینا داخل زندان فشافویه حرف بزنن. 20 روز بعد از آغاز اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، اینترنت سیستان و بلوچستان هنوز قطع است. این تصاویر درگیری‌ها در روزهای گذشته در این استان است. درگیری مردم و سپاه در شهرستان ایران شهر همین حالا جلو پمپ بنزین بامری. اینها ویدیوهایی است که در روزهای اول اعتراض‌ها از ایران شهر به دست بی بی سی فارسی رسیده. ایران شهر، خیابان مکران. یا اینجا در مقابل یک پمپ بنزین در ایران شهر. قطع اینترنت باعث شده تصاویر زیادی از اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر نشود. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان اما قطع اینترنت در این استان را بی ارتباط به اعتراض‌ها دانسته. بالاخره استان ما که می‌دونین یه استان مرزیه و تالام ضد انقلاب از خارج از استان ما از مرزا همونجا آمریکایی هستن، هم منافقین هستن، هم آیسای پاکستان سیستم اطلاعاتیش اونجا هست، هم سیستم اطلاعاتی انگلیس هست، هر چند وقت بالاخره از مرزا برای ما مشکلاتی درست میکنن دیگه. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هم گفته قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان دلایل امنیتی دارد. اونجا در یک بخشی یک مسئله پیش اومده در داخلی اونجا و یک نگرانی ها رو نیروهای امنیتی اونجا رو به وجود آوردن. با توجه به اینکه شما میدونید شرایط سیستان و بلوچستان شرایط خاصی هست. تصاویری که برخی از مخاطبان بی بی سی فارسی فرستادند نشان می‌دهد روز شنبه 9 آذر اعتراض‌هایی در واکنش به انتشار خبر احضار مولوی فضل الرحمن کوهی روحانی سنی در اطراف شهر سرباز در این استان رخ داده. مقام‌ها در حالی از پخش اعتراف‌های معترضان بازداشت شده صحبت کردند که هنوز آمار رسمی از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر منتشر نشده است. فرین عاصمی، بی بی سی. شیرین بادی حقوقدان و فعال حقوق بشر از لندن با ماست. خانم بادی، میشنویم که حسن روحانی رئیس جمهوری به نوعی دفاع کرده از پخش این اعترافات تلویزیونی. اساساً آیا پخش اعتراف تلویزیونی قانونیه؟ با سلام به شما و همه هموطنان عزیزم، من بسیار تعجب میکنم آقای روحانی که ادعا میکنن حقوقدان هستن و وکیل دادگستری چرا ایشان دفاع میکنن. این کار 100% غیر قانونیه و حق ندارن که این کار رو انجام بدن. در گذشته بارها و بارها این تخلف انجام شده با امید اینکه مردم دروغ‌های حکومت رو باور بکنن، اما هر بار مردم از حکومت فاصله بیشتری گرفتن و دروغ‌ها آشکارتر شده که آخرینش همون اظهارات آقای مازیار ابراهیمی بود که دیدیم چگونه حقایق را روشن میکرد. امروز آیت الله خامنه ای گفتند که شهروندان عادی که هیچ گونه نقش در اعتراضات نداشتند در حکم شهید محسوب میشند. این یعنی چی عزیز شما؟ ایشان حرفای بی‌معنی زیاد میزنند. از یک طرف میگویند که هر کسی که در خیابان بوده تحریک شده دشمنه و از طرف دیگه هیچ گونه نقشی نداشتن ولی کن کشته شدن. خب اگر نقشی نداشتن و اگر با اون حرفای اولیه شما در تضاده، یعنی چی؟ یعنی یک نفر تو خیابان راه می‌رفته و مامورین شما زدن از پشت سر او را هدف قرار دادن و کشتنش، اینا چند نفرن؟ حداقل تعدادشون رو اعلام می‌کنید. با این ترتیب در حقیقت به طور غیر مستقیم دارن اعلام میکنن که افرادی هستن که
کاملا بیگناهن حتی از دید حکومت و آقای خامنه ای. خانواده هایش احرام قانونی دارن خانم عبادی؟ بفرمایید. بله. آیا خانواده ها هیچ احرام قانونی دارن برای دادخواهی در داخل ایران؟ متاسفانه خیر. البته این باعث نمی شود که به دادگستری مراجعه نکنن. خواهش من از کلیه خانواده ای که عزیزی از دست دادن یا افرادی که دستگیر شدن این است که حتما شکایت بکنید. دستگیری شما و یا کشتن افرادی بی‌گناه برخلاف قانونه. شکایت شما باید ثبت بشه، هرچند که می‌دانیم در این دادگستری امیدی به رسیدگی نیست، اما اجازه بدید که این شکایت ثبت بشه و از همه مهمتر به مراجع بین‌المللی حتما مراجعه کنید، مخصوصا به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و کمیساریای عالی حقوق بشر. نامه بنویسید به سازمان عفو بین الملل که اساساً پرونده‌ای باز کرده برای ثبت اینا، به هر کجا که می توانید شکایت بکنید. من به خانواده بازداشت شدگان می گویم به عنوان وکیلی که بیش از 20 سال است از این گونه پرونده ها دفاع کردم، اگر خانواده ای فریب و یا تهدید بشوند که صحبت نکنید ما فوراً آزاد میکنیم خانوادتون رو، این یک فریب بزرگ، گوش نکنید، اطلاع رسانی بکنید، شکایتتون رو ثبت بکنید، با رسانه ها صحبت بکنید و اجازه بدهید که ابعاد این کار خلاف قانون و فاجعه بیرون بیاد. خانم عبادی خواهش میکنم با ما بمونید. امیر حسین کبیری یکی از کشته های اعتراضات اخیر در ایرانه که مریم افشان گفتگویی داشته با خواهر او کاملیا کبیری. ماشینا هیچ کدوم تکون نمیخورن. هم داریم پیاده میریم سر کار. این فیلم ها را امیر حسین کبیری روز شنبه 25 آبان برای خواهرش فرستاده. من خالم مریضه. برادر من شفا از خالم با مامانم نگهداری میکرد به همراه دختر. خیلی مریضی سختی داره. صبح ساعت 10 میومد مغازه خودش که همین نزدیک 45 متری باشه. ساعت 9 ساله. اون روزم ماشین اصلا گیر نمیومد. اصلا گیر نمیومد. من شروع کردم پیاده رفتن. ساعت 12 ظهر پسرم رو گذاشتم مدرسه. پیاده رفتم سمت جهانشهر. اونم پیاده از اون برداشت میومد. خواهر و برادر مدام با هم در تماس بودند. آخرین تماس ساعت 1:57 بوده و امیر حسین به خواهرش قول می دهد که پسر او را از مدرسه بردارد. ولی ساعت 1:05 پسر من زنگ زد، قرار بود پسر من زنگ زد که مامان دایی نیومده دنبالم. ما دیگه گشتیم دنبالش تمام پاسگاه‌های حصارک، اطرافش پیاده تا ساعت 11:30 شب من می گشتم دنبالش. تا پاسگاه کلانتری 16 حصارک آخرین پاسگاهی بود که من رفتم. برگشت گفت خانم آخرین جایی که صحبت کردی سر 45 متری بوده با برادر. گفتم بله. گفت ما سر 45 متری هیچ کسی رو نگرفتیم، یا کشتن یا زخمیان، تو بیمارستان ها دنبالش بگرد. سر 45 متری گلشهر. این هم تصاویر دیگری است از امیر حسین کبیری برای خواهرش در آن روز. بوده بودن به پشت گردنش، الان لباسای خون به پشت گردنش، از جلو سمت راست صورتش گلوله خارج بود، نخاش قطع نخا بشه. همونم که خب مشکل تنفسی پیدا کرده بود، از مدارک که پزشکانی هم واسهتون فرستادم هست، مشکل تنفسی بود با دستا زنده میمون که با یه بار بیمارستان کوثر مسی که برده بودنش اونجا احیاش کرده بودن، دوباره برده بودن البرز، دوباره هم تو البرز احیاش کرده بودن به خاطر اینکه ایستقلی کرده بود، تموم کرده بود بس. با دستا نگرش داشتن تا سه شنبه نشد دیگه، بچه‌مون از دست رفت. سه شنبه به خانواده زنگ میزنند که روز چهارشنبه جنازه را تحویل بگیرند. کاملیا کبیری میگوید پیکر برادرش را نسبتاً راحت تحویل دادند و پولی هم بابت تحویل دادن از آنها نگرفتند، اما از آنها تعهد گرفتند. مراسم نگیرین، به مردم نگین تیر خورده، بگین تصادف بوده. گرچه تعهد از من نگرفتن، از پدرم گرفتن. من همچین تعهدی به هیچ کس نمیدم که دروغ بگم. بگین تصادف بوده، مسجد نگیرین، اعلامیه چاپ نکنید. خیلی آروم و در خفا بدون هر صدا دفن شد. من حقیقتو میگم. برادرمو کشتم. از راهور ناجا هم زدم سر 45 متری.
یعنی بالای 30-40 تا شاهد به من گفتن که از راهور ناجا برادر تو با تیر زدن. خودم تنها پای پیاده رفتم راهور ناجا در زدم. گفتن برادر منو شما کشتید. گفت خانم شما اگه فیلم، همین فیلمایی که من واسه شما فرستادم، گفتن این فیلمو ببر اطلاعات تو مهستان شاید بتونه عکس‌ها رو شناسایی کنه. گفتم من دنبال اینا که به برادر ما کی کشته، شما می‌خواید ببینین کی تو چه شلوغی بوده؟ بعد به من جواب اصلا نذاشتن من داخل برم. گفت خانم ما حق تیر نداریم، اگه هم بوده هوایی بوده. گفتم من 30 تا شاهد دارم شما زدین اینجا. خب گردن نگرفتن. امیر حسین کبیری متولد بهمن 65 بود و به گفته خواهرش قبل از تولد 33 سالگی کشته شد. این فقط هدفش که ازدواج کنه دختر داشته، هیچ هدف دیگه ای نداشت، نه دنبال شلوغی بود، نه طرف این ور بود، نه طرف اون ور، دنبال کار و زندگیش، همین. گل پرورش میداد، الان یه عالم گل داره، خیلی گلای خیلی قشنگ پرورش میداد، حیوانا رو دوست داشت. یه دختر بچه بود سمت پارک شرافت تو کرج، داداشم خرج اونو میداد، میگفت من ازدواج کنم میتونم اینو سرپرستیشو بگیرم، با اینکه مادر پدر داشت حمایتش میکرد. کرج یکی از شهرهای ایران است که شاهد درگیری‌های خونین در روزهای اعتراضات بوده. پویا بختیاری و امیر حسین کبیری هر دو در روز 25 آبان در دو نقطه کرج کشته شدند. مریم افشنگ، بی بی سی. شیرین عبادی، حقوقدان کماکان با ماست. خانم عبادی، شنیدید صحبت‌های یکی از خانواده‌های قربانیان اعتراضات رو. صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای به نوعی تأیید کرده که عده‌ای از شهروندان عادی بدون اینکه نقشی داشته باشند در این اعتراضات کشته شدند و حتی پیشنهاد کرده که دیه پرداخت بشه و دلجویی بشه، اما هیچ صحبتی از پرداخت به ایجاد یک کمیته حقیقت‌یاب، معرفی و مجازات عاملان این کشتارها مطرح نکرده. یعنی به نوعی پذیرفته این اتفاق افتاده ولی حاضر نیست مجازات بکنه کسانی رو که دست داشتن در این کشتار. از یه جهت ایشان به نظر خودشون حق داشتن این حرف بزنن، برای اینکه دستور کشتار مستقیما با مسئولیت خود رهبره. آقای خامنه ای صراحتا هم اعلام کرده بودن قبلا که اغتشاشگر بودن و تشکر کرده بودن از افرادی که به صورت و به جان مردم، به قلب مردم تیر زدند. این شهر از چنین دستگاه و مقامی چه انتظاری دارید؟ آیا کمیته حقیقت یا بر فرض که تشکیل بشود، اول از همه خود ایشان رو بایستی مقصر عمده و اصلی معرفی بکند، بعد کلیه افرادی که در سلسله مراتب قدرت هستند، از جمله آقای رئیس جمهور، از جمله رئیس سپاه، رئیس بسیج، تمام اینها پاشون گیره و دستشون در خون مردمه. کمیته حقیقت‌یاب آیا قرار است که آقایان رو بگیرد؟ بنابراین درخواست کمیته حقیقت‌یاب که از سوی من و بسیاری دیگر عنوان شده، در صورتی مفید است که از سوی مقام‌های بی‌طرف مخصوصا کمیساریای عالی حقوق بشر بیاید و تحقیق بکنه. بلا نمایندگان آقای خامنه‌ای چه چیزی رو بخوان روشن بکنن؟ متشکرم. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر با ما. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز بار دیگر تاکید کرد که کشورش آماده مذاکره با قدرت‌های جهانی است، اما بدون برداشته شدن تحریم‌های آمریکا مذاکره نمی‌کند. آقای روحانی این سخنان را در حالی بیان می‌کند که ایران هنوز التهاب اعتراضات گسترده اخیر به وضعیت بد اقتصادی را پشت سر نگذاشته. وضعیتی ناشی از تحریم‌های شدید آمریکا و کاهش بسیار شدید فروش نفت ایران. فؤاد مسیحا نگاهی کرده به اما و اگرهای مذاکره با آمریکا در ایران. الان اعلام بشه کل تحریم برداشته شده، ساعت بعد من ملاقات میکنم. تأکید دوباره رئیس جمهوری ایران بر آمادگی این کشور برای مذاکره با قدرت‌های جهانی، البته با همان شرطی که بیشتر از یک سال است ایران تکرارش کرده. من خدمت ملت ایران عرض میکنم که هر وقت آمریکا حاضر شه تحریم غلط، ظالمانه، غیرقانونی، نادرست، تروریستی خودش رو برداره بذاره کنار، بلا فاصله سران پنج به اضافه یک میتونن ملاقات کنن.
اشاره رئیس جمهوری ایران به تحریم هایی است که بعد از خروج آمریکا از برجام اثر گرفته شده. تحریم هایی که روحانی همین سه هفته پیش در سفری به کرمان گفت شرایط کشور را بحرانی کرده، یا به تعبیر او چنان روزهای سختی بر سر ایران آورده که در 40 سال پس از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده. ایران در هفته های اخیر شاهد یکی از گسترده ترین اعتراض ها به شرایط بد اقتصادی بود و البته شاهد یکی از خونبارترین سرکوب های تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی. آتش خشم مردم را 3 برابر شدن قیمت بنزین شعله ور کرد. دولت اما میگوید تمام پول حاصل از فروش بنزین را به خانواده های متوسط و کم درآمد خواهد داد تا در برابر تحریم ها تاب بیاورند. این سخنان حسن روحانی همزمان با شروع اعتراض ها. 3 راه بیشتر نداریم، یا باید مالیات مردم رو افزایش بدیم و از محل اون پرداختی رو انجام بدیم، یا باید نفت بیشتری صادر بکنیم و از پول نفت استفاده کنیم برای این امور، و یا میبایست از یارانه ها مقداری بکاهیم و اون مقداری که حاصل میشه در اختیار خود مردم قرار بدیم. خب در شرایطی که ما هستیم، مردم ما آگاه هستند که فروش نفت ما با محدودیت های مواجه هست. اگر مشکلات اقتصادی ایران مسئله امسال و پارسال نیست. کمی پیش از اعتراض‌های اقتصادی دی ماه 96، مشاور اقتصادی وقت حسن روحانی از ابر چالش‌هایی گفت که اقتصاد ایران با آن روبروست. بحران منابع آب، مسائل محیط زیستی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری. دولت ایران کسری شدید بودجه دارد و می‌گوید برای اداره مملکت و حل چالش‌های خرد و بزرگ پول کافی ندارد. برای داشتن پول کافی ایران باید نفت بفروشد. فروش رسمی نفت را تحریم‌های آمریکا تقریباً به هیچ رسانده و آمریکا میگوید شرط برداشتن تحریم‌ها تغییر رفتار ایران است. من میدونستم اگر در نیویورک جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا رو بدم، در فرودگاه مهرآباد یک عده افراطی میان لنگ کفش پرتاب میکنن. اینا رو من میدونستم، اما به جان خریدم. روایت امروز حسن روحانی از گفتگوی تلفنی 6 سال پیش با باراک اوباما نشان از سختی‌های مذاکرات احتمالی با آمریکا در ایران دارد. آن هم این روزها و با دونالد ترامپی که ایرانی‌ها می‌گویند با خروج از برجام پیمان شکنی کرده. بعضی خیال می‌کنند که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل می‌کنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه می‌کنند. قطعاً و یقیناً اگر چنانچه مسئولین جمهوری اسلامی ساده‌لوحی می‌کردند و می‌رفتند می‌نشستند با مسئولین آمریکایی مذاکره کنند، هیچی گیرشون نمی‌آمد. اما آیا روحانی و دولتش برای بیرون بردن ایران از این روزهای سخت و یا به گفته خودشان رسیدن به گشایش اقتصادی راهی بجز نشستن بر سر میز مذاکره دارند؟ پیغمبر ما با همه حرف میزد، با همه پیمان میبست. پیغمبر با کفار پیمان بست، پیمان میشکستن، پیمان دومه میبست. نعوذ بالله، نعوذ بالله، یک کسی نمیگفت این پیغمبر چقدر ساده لوحه. فؤاد مسیحا، بی بی سی. در ابتدای برنامه نگاهی کردیم به فضای سیاسی این روزهای ایران و در گزارش فؤاد هم نگاهی کردیم به فضای اقتصادی و احتمال مذاکره ایران و آمریکا. برای بررسی کلی این موضوعات فرخ نگهدار، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در استودیو با ماست و محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن. آقای سازگارا، بسیاری نوع واکنش آیت الله خامنه ای به اعتراضات اخیر رو شبیه میدونند به فضای که در ایران در دهه 60 حاکم بود. شما به عنوان کسی که تجربه کردید، فعالیت سیاسی داشتید در دهه 60، آیا شباهت هایی میبینید بین این روزهای ایران در دهه 60؟ به لحاظ حجم خشونت و سرکوب مردم، بله، شباهت داره. یعنی وحشیگری حکومت، سبائیت و درندخویی حکومت کاملا شباهت داره
به پاره اتفاقات در دهه 60، ولی به لحاظ ساختار سرکوب نه، برای اینکه در دهه 60 ساختار سرکوب این وضعیتی رو که الان داره نداشته و آقای خامنه‌ای در طی 30 سال رهبریش یک ماشین سرکوب گسترده‌ای به کمک روس‌ها درست کرده که شاید بشه گفت آماده ترین و پیچیده ترین و حیله‌گرترین ماشین سرکوب منطقه است. مردم هم مردم دهه 60 نیستند. تغییرات اساسی جامعه ایران کرده، دیگه اون مردم انقلابی که تازه زمان جنگ هم بود اونها وجود ندارن و اکثریت مطلق ملت روبروی حکومت ایستادن. حکومت هم اون حکومت نیست، حکومت هم از دید مردم نه مشروعیتی داره، نه مقبولیتی داره، نه راه حلی داره برای مسائل سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی من. آقای نگهدار، شباهت‌هایی که آقای سازگارا ذکر کردن به دهه 60 فکر می‌کنید چقدر میتونه مؤثر باشه برای جمهوری اسلامی و حفظ این ساختار؟ من فکر می‌کنم که اشاره شما به این که آیا این رویدادها با رویدادهای دهه 60 تشابهی داره یا نه، سوالی نیست که امروز جامعه ایرانی باید بهش بپردازه. موضوع مرکزی به نظر من این هست که وقتی آقای خامنه ای روز اول میاد میگه که من تصمیم سران قوا رو تایید میکنم و خودم کارشناس نیستم، یعنی مسئولیت کشتاری که بعدن پیش میاد رو بر عهده نمیگیره، و فردای اون روز میاد میگه که خانواده منحوس یا سازمان منافقین با این همین کلمات هم عنوان کرده مسئول این قضایا بودند، و آقای روحانی هم امروز میاد میگه که مناظره تلویزیونی راه میندازیم، این به معنای این هست که اعتراف تلویزیونی راه میندازیم، این به معنای این هست که رهبری جمهوری اسلامی، دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد سنجیده محاسبه شده برای برخورد با مشکلاتی که ما در کشور داریم نداره و این حرف ها عوض میشه. امروز آقای خامنه ای دوباره میاد میگه که باید از این خانواده ها دلجویی کرد و باید به خواستهاشون رسید. اگر اینها اون حرفی بود که شما دیروز زدید، پس این موضوع دلجویی چیه؟ من فکر میکنم مسئله رهبری کشور و برونبرد کشور از این مشکلاتی که وجود داره موضوع مرکزی روزه، و باید ببینیم که کدوم یک از این صداها، صدایی که مثلا آقای رضا پهلوی از اون طرف میاره و شورای گذار هم به نوع دیگری، الان آقای سازگارا اینجا هستند از اون شورای گذار به نوع دیگری همون صدا رو بازتاب میدند، این پاسخگوی مسئله است، یا صدایی که آقای موسوی از حصر آوردن بیرون میگن که مشکلات مملکت به این ترتیب حل میشه، یا حرف آقای خامنه ای. یعنی ما یک 3 قطب سیاسی امروز در کشور داریم که هر کدوم میخواهند راه حل خودشون رو بگذارن رو میز. من فکر کنم باید این موضوع موضوع مرکزی سوال باشه. اگر به من فرصت بدید در دوره بعد اجازه بدید که برگردیم. به هر حال آقای خامنه ای مثال هایی که میزنند برای برخورد نیروهای بسیج با اعتراضات به همین دلیل برای بسیار یادآور دهه 60 و خودشون هم در واقع گفتند، تایید کردند که داره فضا رو برمیگردونه به دهه 60. آقای سازگارا، شنیدید صحبت های آقای نگهدار رو؟ آیا راه حل و رهبری این اعتراضات میشه در داخل ایران و فرضاً به عهده فردی مثل آقای موسوی گذاشته بشه، یا اینکه در خارج باید جستجو کرد در خانواده پهلوی یا شورای گذار؟ من اصلاً به این دوگانه سازی های داخل و خارج، نمیدونم چپ و راست، جمهوری و سلطنت و اینها اعتقادی ندارم. همه جنبش های دنیا اتحاد داخل و خارج داشته، جبهه و پشت جبهه داشته و با هم کار کردن. الان هم جامعه ما در شرایطی است که اکثریت ملت یک طرف ایستادن، خامنه ای و قاتلای دور و برش طرف دیگه. اون ضلع سوم هم که آقای نگهدار میگن داره بخار میشه. شخص آقای مهندس موسوی رو با اطلاعیه که داد
حرکت آمده و بقیه هم باید تنگه. آقای خاتمی رفوزه شد، رفته پشت خامنه ای استاده، این وسط دیگه جایی نمانده. باید از درون راه حل سیاسی متصور نیست و مسئله گذار از جمهوری اسلامی است به یک دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر. این کار احتیاج به اتحاد همه نیروها داره، در داخل، در خارج و دست به دست هم دیگه. آنچه هم که احتمالاً اختلاف سلیقه سیاسی باید به فردای ایران و رأی مردم و صندوق‌های رأی سپرده بشه. آقای نگهدار، شما کماکان معتقدید که راه حل سیاسی ممکن است درون نظام برخیزد؟ هیچ راه حل مسالمت آمیزی در تجربه هیچ یک از کشورها نبوده که مسالمت آمیز بمونه، به خون ریزی کشیده نشه و بخشی از نظام حاکم با تحول همراه نشده باشه. من همچنان بر این عقیده هستم که چنانچه گذر ایران از وضع دردناک امروز بخواد صورت بگیره به شرایطی که ما هم با مردم ما با حکومت آشتی داشته باشند، هم با دنیا آشتی داشته باشند، اگر ما بخوایم به همچین شرایطی برسیم، بخشی از دستگاه حاکم باید همراه باشه با این صدای آشتی. آیا الان نشانه میبینید از این همراهی؟ من پیام آقای موسوی رو یک چالشی در برابر صدایی میبینم که به این آشتی تن نمیده، نه با مردم خود، نه با جامعه جهانی. آقای سازگارا، به هر حال واقعیتش اینه که اون بخشی از حاکمیت که حاضر نیست تن بده به آشتی با مردم ایران و با جامعه جهانی به گفته آقای نگهدار، دست بالا رو در معادلات سیاسی داره. شما فکر میکنید که ممکن حلی از داخل پیش روی این اعتراضات و معترضان قرار بگیره؟ کاملا. من اینجا با آقای نگهدار همدلم. ببینید، مبارزات مدنی در بیش از 60 کشور دنیا کارنامه درخشانی در بزیر کشیدن دیکتاتورها داره. سه ستون داره: اعتراضات عمومی، عدم همکاری‌ها و ریزش از حکومت. منتها ریزش در پیوستن به مردم، نه دوباره مثل خاتمی مسمس کردن و این وسط وایستادن و توجیه جنایت‌های خامنه‌ای رو کردن. باید ریزش هر وقتم برسه به دستگاه سرکوب اینجور حکومت‌ها، کار اون حکومت تمام میشه. در تمام جنبش‌ها صحنه‌های نهاییش اونهایی که اسلحه دستشون بوده شکاف برداشتن، به مردم پیوستن و نیروهای مسلح ایران هم از این قاعده مستثنا نیستن. حتی سپاه‌ها، حساب اون هسته‌های ویژه یا این لباس شخصی‌هایی که رو مدل روسا ساختن با کلت و شوکر و تفنگ‌های ساچمه‌ای به جون مردم انداختن، اونها قاتل حرفه‌ای هستند. کسی که از دو متری تو مغز جوان مردم شلیک کنه قاتل حرفه‌ای هست. اما بدنه ارتش، سپاه، پلیس، اینها دیر یا زود با تداوم اعتراضات و عدم همکاری ها و اعتصابات مردم ریزش خواهند کرد و به مردم میپیوندند. آقای نگهدار، آیا میشه گفتش که در واقع این راه حلی که از داخل نظام قرار برخیزه از اصلاح طلبان سنتی جدا شده و عبور کرده؟ برای اینکه شما امروز صحبت‌های آقای خاتمی رو ببینین، در این صحبت‌هاش گفته که دولت باید سپاسگزار رهبر باشه که با موضع‌گیریش امواج مخرب سازمان داده شده علیه دولت و ملت رو به محاق بردن. یعنی کماکان اون اصلاح طلبی زیر سایه ولایت فقیه رو می‌بینه. فکر می‌کنین آقای موسوی جدا شده از این بدنه اصلاح طلبی و امکان این رو داره که سازمان بده اعتراضات در داخل رو؟ من قبل از پاسخ به شما یک نکته درباره صحبتی که آقای سازگار کردند عرض کنم، بعد به سوال شما جواب میدم. مسئله این نیست که در میدان اینها شلیک میکنند و خشونت میکنند و صحنه عینی بسیار غم‌انگیز و دردناکه. مسئله مرکزی این هست که کسی که میخواد برخواسته، میخواد تغییر درست بکنه، این باید در معادلات قدرت جایی داشته باشه، یعنی وزنه‌ای داشته باشه. من از اون سنامی که بردم
میخواهم این حقیقت رو آشکار بکنم که آقای خامنه ای دستگاه قدرت داره، شما میفرمایید جناح برتره، آقای موسوی و همفکرانش آقای کروبی که در حصر هستند اینها سابقه 10 سال مدیریت دولت و مجلس رو داشتن، در انتخابات جنجال برانگیز 88 شرکت کردن، 20 میلیون رای به تخمین این طرف و 15 میلیون رای به تخمین اون طرف به صندوق‌ها برای آقای موسوی ریخته شده، یه وزنه‌ای داره. نیروی سوم که من نام بردم که آقای خامنه‌ای میگه اینها بودند، مجاهدین خلق و رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، اینها هم سابقه مبارزاتی معینی دارند. در کشور ما نیروهای دیگری هم هستند. جنبش فدایان بوده که قدرت اجتماعی داشته و داره توی جامعه ما. اگر ما میخوایم رفرنس بدیم بگیم چه نیرویی میتونه این تغییر رو درست کنه، باید به تکیه‌گاه‌های اینها اشاره بکنیم. آقای سازگارم میفرماید آقای موسوی داره بخار میشه میره. اگر ما این گونه تحلیل سیاسی بکنیم، باید بگیم که خب آقای رضا پهلوی هم ایشون میگه بخار شده و رفته و اون دستگاه قدرت رو در داخل کشور نداره که انجام بده. آقای سازگار باید روشن بگه که تکیش بر کدام یکی از این سه مؤلفه ای که من میگم پایگاه قدرت دارن در جامعه ما تکیه میکنه. بله. من آدرسم روشنه. آقای سازگار، خانواده پهلوی، آقای موسوی و کروبی یا حاکمیت؟ آقای نگهدار حرف من رو تحریف کردن. من نگفتم آقای موسوی بخار میشه، اتفاقا گفتم اطلاعیه آقای مهندس موسوی نشان از این داره که آقای موسوی سمت مردم ایستاده. اگه بعدا خرابش نکنه، نه یاد بگه برین حالا تو این انتخابات و ساختار ولایت فقیه رو تایید کنه. از نظر من مهندس موسوی در این دو جبهه بیشتر وجود نداره، در ایران به وجود اومده، مردم و قاتلین مردم. آقای موسوی تا اینجا با این اطلاعیه سمت مردم ایستاده و شخصا هم شخص آقای خامنه ای رو، ولایت فقیه رو به عنوان فرمانده کل قوا مسئول دونسته. بقیه هم که میگن بخار میشن باید تکلیفشون رو معلوم کنن. نماینده های مجلس، اصلاح طلبا، کسانی که شبکه‌های تو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تو حزب مشارکت، یا سمت مردم میستن یا میرن پشت خامنه ای. اگرم نخوان اون وقت بعد بلندشن برن خونه شون بشینن، دست کم ساکت بشینن. بنابراین این مسیر آقای موسوی خطشون رو روشن کردن، خط و ربطشون رو روشن کردن و به گفته شما طرف مردم هستن، ولی در حصر آیا توان رهبری اعتراض دارن اساسا؟ چرا ندارن؟ ببینید شخصیت های ملی، رجل مورد اعتماد مردم و زنان مورد اعتماد مردم، در زندان باشن یا در حصر باشن، خارج باشن یا داخل باشن، احترام و پشتیبانی مردم رو دارن. کم نبودن رهبران سیاسی که در بیرون کشورهاشون بودن، مثل خود انقلاب اسلامی، یا در درون زندانها و حصرها بودن مثل ماندلا یا ده ها مثال دیگه. مهم اون شبکه اجتماعی است که اون طبقات اجتماعی است که راهکار اونها رو میپذیرن و قبول میکنن که متحد و یکپارچه حرکت کنن. آقای نگهدار، 30 ثانیه اگر میشه جمع بندی کنید. آقای موسوی در بیانیه خودش اشاره به کشتار 17 شهریور میکنه و آدرس میده که آقای خامنه ای مثل آن نظام گذشته، مثل آن دستگاه پهلوی برخورد نکن با ایران. اسم طاغوت رو میگذاره در عنوان کلمش. آقای سازگارا تکلیف رو روشن نمی کنند که صدای رضا پهلوی رو می خواهند برجسته بکنند یا صدای مهندس موسوی رو. من آینده ای نمی بینم که این دو صدا در هم بیان می زند. اینها دو صدای از جنس متفاوت. پاسخ نهاییتون رو بده. آقای سازگارا کاری نیست. مردم ایران فردای ایران تصمیم خواهند گرفت و این احاله به مردم ایران. الان اون چیزی که مهمه این است که تمام نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله آقای نگهدار باید روشن بگویند سمت مردم نیستند برای براندازی نظام جمهوری اسلامی. جواب آقای نگهدارم بدین، این آخرین سوالشون جواب نگرفتن. عرض کردم من به روشنی میگم من جمهوری خواهم، اما هیچ مشکلی ندارم
با طرفدار سلطنت یا با آقای موسوی، به شرطی که پروژهشون پایین کشیدن حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باشه، همکاری بکنم، تصمیمم در آینده به رأی مردم احاله. این دوتا رو، آقای موسوی رو و رضا پهلوی رو، آقای شریعت مداری در یه صف قرار میدید؟ حسین شریعت مداری منظورمه، شما در یه صف قرار میدید یا نه؟ اصلا من هر کسی که مدافع ملت ایران باشه در صف واحدی او رو حساب میکنم و معتقدم الان به این اتحاد بیش از هر زمانی احتیاج داره. متشکر از هر دوی شما، فرخ نگهدار فعال و تحلیلگر سیاسی و محسن سازگار عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن. نشست رهبران ناتو در لندن با بیانیه‌ای که نشانگر عمق اختلاف نظرها بین اعضا به پایان رسید. علی‌رغم موضع واحد رهبران ناتو علیه اقدامات روسیه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید سیاست‌های ناتو نباید بر اساس دشمنی با روسیه و چین شکل بگیرد. کسرناجی از محل کنفرانس سران ناتو در شمال لندن گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ امروز با هلیکوپتر به محل کنفرانس آمد. هتلی در شمال لندن در کنار یک باشگاه گلف. او که قبلا ناتو را بیفایده توصیف کرده بود، دیروز از آن تعریف کرد. رهبران 29 کشور عضو ناتو در آغاز روز دوم گرد همایشان، 29 کشوری که دفاعشان به هم گره خورده، در سایه ناتو که در آن حمله به یکی از اعضا حمله به همه اعضا است. سران ناتو امروز اینجا 3 ساعت جلسه داشتند، درست هنگامی که اختلاف ها میان اعضا وحدت این پیمان دفاعی را تهدید میکند. بعضی از اعضا تروریسم را تهدید بزرگ میدانند، اکثر اعضا روسیه را، خیلی ها کمتر از دیگران برای دفاعشان هزینه میکنند. اما در شروع جلسه تاکید بر وحدت بود و صلح در سایه آن. NATO remains the only platform where ناتو تنها جایی است که آمریکای شمالی و اروپا در آن هر روز با هم گفتگو و تصمیم گیری می کنند تا از حدود 1 میلیارد نفر محافظت کنند. پس اختلافات ما هر چه باشد، همچنان پیرامون وظیفه اصلی خود که دفاع از یکدیگر است متحد خواهیم ماند. یکی برای همه و همه برای یکی. 70 سال می‌گذرد و ما همچنان در وفاداری خود به پیمان ناتو و سپر دفاعی عظیمی که 29 کشور و حدود 1 میلیارد انسان را محافظت می‌کند محکم ایستاده ایم. اینکه امروز در صلح زندگی می‌کنیم گواهی بر قدرت این اتحادیه است. تا زمانی که با هم متحد باشیم هیچ کس موفق به شکست ما نخواهد شد. پس در نتیجه هیچ کس جنگی را آغاز نخواهد کرد. دیشب دونالد ترامپ و رهبران دیگر ناتو در محل کار و سکونت نخست وزیر در خانه شماره 10 داونینگ استریت شام خوردند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا سعی می‌کند زیاد با دونالد ترامپ دیده نشود. مشاورانش می‌گویند ترامپ شانس انتخاباتی او را ضعیف می‌کند. دیشب قبل از شام سران ناتو در کاخ باکینگهام در ضیافتی که ملکه ترتیب داده بود شرکت کردند. دونالد ترامپ دوست دارد که به کاخ دعوت شود. بعضی از دیگران اما اینجا ظاهراً درباره او پچ پچ می‌کنند که آنقدر با خبرنگاران صحبت می‌کند همیشه دیر به سر قرار می‌رسد. دونالد ترامپ اما اینجا هنوز بزرگترین بخش از هزینه ناتو را تامین می‌کند، علی‌رغم غر زدن‌هایش و تهدیدهایش به خروج از ناتو. کسرناجی، بی بی سی، لندن. کسرناجی از محل مذاکرات با ماست. کسرا، چه نتیجه‌ای داشت این نشست رهبران ناتو؟ رهبران ناتو 3 ساعت اینجا بحث کردند، آخرش یک اعلامیه دادن. در اعلامیه بر سر بعضی مسائل ظاهرا به توافق رسیدن، اگرچه اختلافات زیاد بود. یک نکته مهم این بود که در مورد چین صحبت کردند. چین به عنوان یک قدرت نوظهور رو هم تهدید دانستند و هم فرصت، و تصمیم گرفتن که دعوت کنند از چین که به مذاکرات کنترل تسلیحات بپیونده.
در مورد روسیه تصمیم گرفتن که روسیه یک تهدید هست به کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی به خاطر اقدامهای خصمانش در این سالهای اخیر، و تصمیم گرفتن که در رو برای مذاکره باز بگذارن. این چیزی نبود که امانوئل مکرون میخواست یا رجب طیب اردوغان. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میخواست که ناتو دشمن تراشی نکنه، به قول او چین و روسیه رو دشمن ندونه، تروریسم رو دولت تهدید بدونه، و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میخواست که ناتو کردهای سوریه رو تروریست تلقی کنه و با اونها مبارزه کنه، که در این مورد به توافق نرسید. کسرا، دونالد ترامپ یک کنفرانس مطبوعاتی قرار بود داشته باشه که لغو کرد، علتش چیه؟ هنوز نمیدونیم و گفته نشد. به نظر میرسه که خوشنود نبود، اگرچه خودش گفته که من چیزی نداشتم بگم، همه حرفامو دیروز زده بودم. اما به نظر میرسید که مشاجره و برخورد لفظی ملایمی که با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا داشت او رو خوشنود نکرده. ظاهراً چه همونجوری که من در گزارشم گفتم، شب قبلش جاستین ترودو در یکی از این فیلم‌هایی که از مهمانی ملکه منتشر شده دیده شده که صحبت می‌کرد اونجا در جمع چند تا از رهبران ناتو، و اونجا به نظر می‌رسید که دونالد ترامپ رو داره مسخره می‌کنه برای صحبت‌های زیادی که با مطبوعات می‌کنه و خبرنگارها می‌کنه دائم. و امروز آقای ترامپ در ملاقاتی که با خانم مرکل داشت جلوی خبرنگارها اونجا گفتش که جاستین ترودو آدم درویه، اگرچه اینم اضافه کرد که ولی آدم خوبی است. به هر حال به نظر میرسه که این هم یکی دیگه از مسائل این کنفرانس سران ناتو اینجا بود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا درباره ایران مثل اینکه صحبت کرده، چی گفته؟ کنفرانس خبری داشت در پایان این کنفرانس سران، اونجا ازش پرسیده شد درباره این اعتراض‌های اخیر در ایران و کشته شدن صدها نفر به گفته عفو بین‌الملل. اونجا صحبت آقای جانسون، بوریس جانسون، این بود که به نظر مسئله ایران در کنفرانس مطرح نشد. او گفت اگرچه به اعتقاد او مسئله اعتراض‌ها در ایران فراتر از مسئله قیمت بنزین، یک انعکاسی است از نارضایتی وسیع در ایران، و گفته که این اقدام‌های ایران در اونجا یک نوع تلاشی است از طرف ایران برای سرپوش گذاشتن فعالیت‌های ایران در منطقه. متشکرم کسرا ناجی. وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در حالی برای برگزاری نشست دو روزه زمستانی در وین آماده می شوند که همچون چند نشست قبلی بحث اصلی تصمیم گیری بر سر سقف تولید است. عربستان که خواهان قیمت‌های بالاتر نفت است، در ماه‌های گذشته در بین اعضای اوپک بیشترین کاهش تولید را داشته. این کشور البته هشدار داده که حاضر نیست بیش از این بار کاهش را به دوش بکشد. روس‌ها اما به نظر نمی‌رسد چندان با کاهش بیشتر تولید موافق باشند. البته این تنها موضوع مورد بحث در اجلاس پیش رو نیست. مظاهری در گزارشش نگاهی داشته به مهمترین موضوعاتی که در نشست دو روزه اوپک مطرح خواهد شد. شهر وین مقر اوپک، جایی که قرار است وزرای نفت اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک در اجلاسی دو روزه چالش‌های پیش روی بازار جهانی نفت را بررسی کنند. چالش اصلی آنها هم چگونگی برقراری تعادل در بازاری است که از یک سال پیش با کاهش تقاضا و افت بهای نفت مواجه بوده. دلیلی احتمالی مبنی بر ترغیب عربستان و روسیه، بزرگترین تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک، برای همکاری با یکدیگر، آن هم با شکل دهی سازمانی جدید در دل اوپک به نام اوپک پلاس. اما چه شد که این دو رقیب دیرینه به فکر همکاری افتادند؟ الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت جهانه. موضوع کنترل رو بازار. ببینید، اگر عربستان سعودی یه موقع به آسونی بزرگترین صادر کننده جهان بود، ولی امروز نیست. یه موقع روسیه بزرگترین تولید کننده جهان بود، الان نیست. و این چیزی که مثل بازی شطرنج، این دو تا کشور عربستان و روسیه تصمیم گرفت که اگه بخوان همانند سابق اون نفوذشون رو در بازار حفظ کنند، باید با هم همکاری کنند. میانگین روزانه تولید نفت خام اوپک در سالی که گذشت حدود 29 میلیون و 800 هزار بشکه بوده. 1 میلیون و 800 هزار بشکه کمتر از سال 2018.
اما با افزایش تولید نفت شیل در بازار همچنان عرضه بالا و تقاضا پایین است. حتی قطع صادرات نفت ایران و ونزوئلا به دلیل تحریم‌های آمریکا هم تغییری در بازار ایجاد نکرد. اوپک برای حفظ تعادل بازار در سال 2020 باید 800 هزار بشکه دیگر از سطح تولید روزانه‌اش بکاهد. همکاری روسیه و عربستان در اوپک پلاس را البته نمیتوان تنها به بازار جهانی نفت محدود کرد، اگرچه هر دو کشور به دنبال بازگرداندن تعادل به بازارند. این همکاری برای عربستان منافعی داره. این کشور موفق شده تا حدی به اونچه در بازار جهانی نفت میخواسته برسه. اما قطعاً منافع این همکاری برای روسیه بیشتره. این همکاری نه تنها جایگاه روسیه رو در بازار جهانی نفت ارتقا میده، بلکه از نظر سیاسی هم این کشور رو به کشورهای منطقه خاورمیانه، به خصوص عربستان سعودی، نزدیک میکنه و روسیه نقشی محوری در این منطقه پیدا میکنه. Not just through OPEC, but through other activities of Russia as well. در یک سال گذشته اوپکی ها برای حفظ تعادل بازار تقریباً بر اساس سهمیه عمل کردند که از پیش تعیین شده بود. کاهش روزانه 1,200,000 بشکه از سقف تولیدشان تا پایان ماه مارس سال 2020. آمار دبیرخانه اوپک نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این کاهش سطح تولید از سوی عربستان بوده. این کشور در ماه نوامبر روزانه 9,850,000 بشکه، یعنی حتی روزانه 50,000 بشکه کمتر از سهمش تولید کرده. عربستان که قرار است برای اولین بار سهام آرامکو، بزرگترین شرکت نفت دنیا، را به بورس عرضه کند، برای فروش بهتر سهامش نیازمند قیمت‌های بالاتر نفت است. عرضه سهام آرامکو قرار است همزمان با 5 دسامبر اولین روز نشست اوپک باشد. موضوعی که فریدون برکشلی، رئیس پیشین هیئت مدیره ایران در اوپک، هم میگوید نشانه آینده نگری عربستان است. با توجه به وضعیت بازار جهانی نفت، تحت فشار بودن از سوخت‌های فسیلی و افزایش تولید نفت شیل در بازار، شاید بشه گفت عربستان بدترین زمان رو برای خصوصی کردن مهمترین شرکت دولتیش در نظر گرفته. اما نباید فراموش کنیم که عربستان فقط 1.5% از سهام آرامکو رو واگذار می‌کنه. هدف عربستان از این کار بین‌المللی کردن آرامکو و کشوندن نهادهای پولی پرقدرت دنیا به سمت این شرکت. نوع آینده نگری برای اینکه حضور نهادهای پرقدرت مالی دنیا برای حفظ امنیت ملی عربستان در دراز مدت بسیار مهم است. همکاری روسیه با عربستان در اوپک پلاس همزمان با خصوصی سازی آرامکو تا حدی نگرانی ها نسبت به آینده اوپک و حاشیه‌ای تر شدن این سازمان را پس از 6 دهه سبب شده. تحلیلگران میگویند عربستان در صورت واگذاری بیشتر سهام آرامکو دیگر نیازی به همکاری به شکل کنونی با اوپک نخواهد داشت. اوپک بیشتر و بیشتر توسط عربستان و متحدانش امارات و کویت هدایت و رهبری میشه و دیگر اعضای مرتبط با این سازمان کم اهمیت تر شدن. بر همین اساس ایجاد یک سازمان بزرگتر به نام اوپک پلاس تا حدی نشون میده که چه اتفاقی در حال رخ دادنه. اینکه عربستان و متحدانش به نوعی اوپک رو به حاشیه میرونن و حالا از طرف یک متحد دیگه به نام روسیه حمایت میشن. عربستان و روسیه، دو رقیب قدیمی، حالا به شرکای همراه در بازار جهانی نفت تبدیل شدند. موضوعی که نشان می‌دهد بازیگران اصلی بازار به خوبی دریافتند که اوپک دیگر یک تاز نیست و برای حفظ توازن قدرت در برابر رقبای نوظهور بیش از هر زمان دیگری در 6 دهه گذشته نیازمند یک خانه تکانی است. ریحان مظاهری، بی بی سی. مارک ویلموتس و تیم ملی فوتبال ایران به پایان خط رسیدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بعد از پرداخت 2 میلیون یورو به ویلموتس، قرارداد این مربی بلژیکی فسخ شد. ویلموتس شمعاً 6 ماه سرمربی تیم ملی ایران و در عرض این مدت در 6 مسابقه هدایت تیم ملی را بر عهده داشت که در مهمترین مسابقه‌ها، یعنی مقابل بحرین و عراق، شکست خورد. با نتایج ضعیفی که مارک ویلموتس همراه تیم ملی ایران گرفت، حالا شانس صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2022 قطر پایین آمده. شایع شده که فدراسیون فوتبال ایران به دنبال آن است تا با برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم ملی ایران و پرسپولیس، مجدداً قرارداد ببندد. خبرنگار ورزشی ما پوریا جعفر در استودیو با ماست. پوریا، ایران 2 میلیون یورو پرداخت کرد، چی دریافت کرد در ازاش؟ خیلی بده که این رو بگیم، ولی فکر میکنم کمتر از هیچی. یعنی دو تا باخت
بعد جلوی بحرین و عراق باختایی که هیچ دستاوردی برای تیم ملی نداشتن و شرایطی که داریم الان می‌بینیم، فکر می‌کنم امروز روزیه که طرفدارای تیم ملی، هر کسی که فوتبال ایران دوست داره، تیم ملی رو دنبال می‌کنه، روزی هستش که شاید ناراحت و عصبانی هستن از اتفاقایی که افتاده و هنوز هم شفاف‌سازی نشده دقیق در مورد مبلغی که داره پرداخت میشه. همین دیدم که خبرگزاری تسنیم آخرین چیزی که نوشتن اینه که در ازای 6 ماه 2 میلیون یورو پرداخت شده، 1 میلیون با آقای ویلموس و 1 میلیون به دستیاراشون. صحبت از این بود که کل این قرارداد 3 میلیونه و این خودش جای سواله که اصلا برای چی 3 میلیون یورو با آقای ویلموس قرارداد؟ اصلا این در واقع گرونترین قراردادیه که در تاریخ فوتبال ایران بسته شده با یک مربی، با هر شخصی، و دستاوردش هم چیز خاصی نبوده. اصلا چرا ویلموس رو انتخاب کردن؟ آیا فدراسیون توضیح داده؟ به نظر میرسه که شاید یه مسائل دیگه ای دخیل بودن اینجا، چون هرچی داریم نگاه میکنیم برای خود آقای ویلموتس هم خیلی بد شد این داستان. من بعید میدونم تیم دیگه حاضر باشه که تو این شرایط بخواد به مارک ویلموتس شغل دیگه ای رو پیشنهاد بده، و تصمیمیه که در هر صورت از موقعی که از جام ملت‌های آسیا ایران حذف شد و کارلوس کیروش رفت از ایران، تو ماه بهمن ماه بود و تا خرداد ماه فدراسیون فرصت داشت که انتخاب بکنه مربی خودشو، و در نهایت به اینجا رسید که حالا میگن تمام اون چیزی که داره فدراسیون الان میگه اینه که ما بدون اینکه غرامتی بدیم تونستیم ایشون رو راضی بکنیم که قراردادو فسخ بکنه. حداقل از این جهت شاید یه مرحله بهتر نسبت به اون پرونده های دیگه ای که باز هست در فیفا علیه فدراسیون فوتبال ایران. هرچند که ما تماس گرفتیم با خانم آقای ویلموس که مدیر برنامه‌هاش هم هست، و این خبری که به ما گفتن که هنوز تموم شده نیستش این ماجرا، در حالی که خبرگزاریا گفتن که این کار به پایان رسیده. حالا الان بحث بازگشت ایوانکوویچ مطرحه، در مذاکرات در چه مرحله ای، چقدر جدیه این شایعه؟ به نظر میرسه که انتخاب منطقی، یعنی الان می‌خواستیم که نگاه بکنیم ببینیم چه کسایی میتونن تیم ملی رو بیان از این وضعیت نجات بدن. اگر که می‌خواست یک تصمیم فورس ماژور سریع بخوان بگیرن، دو نفر بیشتر نبودن. یکی استراماچونی مربی استقلال بود که با شرایط ایران آشنایی پیدا کرده تو این چند ماه، و برانکو ایوانکوویچ که اونم سالهای سال با فوتبال ایران کار کرده، بازیکنها رو میشناسه. اما نکته اینجاست که تصمیم ویلموس تصمیم غلطی بود، و با توجه به اتفاقایی که بین برانکو و پرسپولیس داره میفته، تصمیم ویلموس غلط بود، یعنی تصمیم استخدام کردن ویلموس غلط بود. دیگه تو این هیچ شکی وجود نداره، ما میدونیم که این تصمیم غلطی بود با توجه به نتایج، با توجه به اینکه هیچ چیزی هم برامون نموند. یعنی یه تیم ملی، بازیکنای جدید، اینا هیچ کدوم نموند. الان شما به ترکیب تیم ملی هم نگاه میکنید نسبت به یک سال پیش، تغییر زیادی نکرده. بنابراین شاید الان بهتر باشه که فدراسیون یه خورده با تومنینه بهتری تصمیم بگیره. و همین الان که داریم صحبت میکنیم، یه خبری که ساعتی پیش اومد اینه که برتمن مارویک، مربی هلندی که توی منطقه خاورمیانه زیاد کار کرده و امارات رو به عهده داشت، از شغل خودش برکنار شده. فردا دو تیم قطر و عربستان دارن بازی میکنن، اونجا ممکنه که رنار فرانسوی برکنار بشه، کسی که قبل از ویلموس میخواستن باهاش قرارداد ببنده، مربی درجه یک بین‌المللی هست. بنابراین شاید فدراسیون قبل از اینکه عجولانه عمل بکنه، بیاد نگاه بکنه ببینه که چه پیشنهادهای دیگه‌ای وجود دارن، با توجه به اینکه دو تا مسابقه بعدی ایران جلوی هنگ کنگ و کامبوج، اینا شب عید برگزار میشن، توی تعطیلات سال نو خواهند بود. این دو تا مسابقه رو قاعدتا ایران باید بتونه با هر مربی ببره، و دو تا مسابقه‌ای که جلوی بحرین و عراق هستن و حساسن، اونا خرداد ماه آینده، یعنی که ما 6 ماه فرصت داریم که بتونیم این شرایط رو برگردونیم. متشکرم. مثلا اینکه نتیجه صرفا این بود که ایران 2 میلیون دلار فقیرتر از قبل شد، کل این 6 ماه به ضررش بود. ممنون که با این 60 دقیقه همراه بودین. شب خوش.